سنی های تون روی داعش در حال قدرت گرفتن دوباره هستند بر همین اساس برادر بزرگتر ابوبکر بغدادی سرکرده سابق داعش به عنوان رهبر جدید این گروه انتخاب شده است شاید به تمام گفت تلاش برای قدرت گرفتن دوباره داعش به جنگ روسیه با اوکراین و چینش جدید منطقه هم بیرب نباشد همکارم علی اکبری گزارش می دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از مسئولان امنیتی عراق و یک منبع امنیتی غربی اعلام کرد سرکرده جدید داعش برادر سرکرده پیشین یعنی ابوبکر بغدادی است داعش روز شنبه در یک پیام صوتی اعلام کرد ابوالحسن هاشمی قرشی به رهبری این گروه انتخاب شده است این پیام صوتی چند هفته پس از حلاکت ابو ابراهیم قرشی دومین دو سرکرده گروه تروریستی داعش در شمال سوریه منتشر شده است. در همین رابطه دو مسئول امنیتی عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند نام واقعی سرکرده جدید داعش جمعه عوض بدری است که متولد عراق و برادر بزرگتر ابو بکر بغدادی است. یک مسئول امنیتی غربی هم تاکید کرد که این دو برادر تنی یکدیگر هستند اما مشخص نکرد که کدام بزرگتر است. اطلاعات زیادی از بدری در دست نیست اما وی از حلقه نزدیک به گروه های افراتی و جهادی عراق است که پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 میلادی ظهور یافتند. یکی از مسئولان امنیتی عراق گفت بدری شخصیتی افراتی و توندروس که در سال 2003 میلادی به گروه های سلفی و جهادی ملحق شد و همواره به همراهی شخصی و مشاور شرعی اسلامی بغدادی معروف بود. وی گفت بدری از مدت ها پیش رئیس مجلس شورای داعش بود که مسئولیت ترسیم استراتژی و انتخاب خلیفه بعدی به هنگام حلاکت یا اسارت سرکرده قبلی را بر عهده دارد. در پایان گفتنی است به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از اهداف قدرت گرفتن دوباره داعش توسط کشورهای حامی این گروه استفاده از این سنی های تند رو در بازی جدید منطقه به خصوص بعد از آغاز جنگ روسیه با اوکراین است.